نمایندهی ویژه پرزیدنت روسیه در امور همکاری‌های فرهنگی بین المللی میخائیل شویدکوی شور خلقی توجکستان گلرخزور صفیوه را به مناسبت جشن 75 سالگیش تبریک گفت. گلرخزور را پدیده هنری مقیاس جهانی نامیده است. شویدکوی که قبلا چندین سال وزیر فرهنگ روسیه بود همچنین در تبریکاتش نوشته است که ایجادات گلرخزور پهنای شوروی سابق را در یک قلمرو انسانی جمع می‌آورد. سفارت روسیه در توجکستان خبر داد که روز 15 دکامبر سال 2022 سفیر روسیه در دوشنبه سیمیون گریگوریف شاعر خلقی توجکستان گلرخزور صفیوه را به حضور پذیرفته به مناسبت جشن 75 سالگیش او را تبریک گفت و همچنان پیام تبریکی نماینده ویژه پرزیدنت روسیه در امور همکاری های فرهنگی بین المللی میخائیل شویدکوی را به شاعره توجک سپرد. در پیام تبریکاتی میخائیل شویدکوی به گلرخزور چنین گفته شده است: شما یک پدیده هنری اقیاس جهانیید. میراث ایجادی شما یکی از رشته های مهم سرشمار است که قلمرو سابق اتحاد شوروی را در یک محیط عمومی انسانی نگاه می‌دارد. بنا به اعتنای سفارت روسیه گلرخزور صفیوه در جریان ملاقاتش درباره روی مرکب زندگیش و هم درباره سیاستمداران و ادیبان روسیه که او در دوره های گوناگون زندگیش با آنها واخورده است و رشته دوستی داشته است نقل کرده است. سفارت افزود که صاحب جشن همچنین چند تر مشترک با سفارت روسیه جهت تحکیم وحدت فرهنگی بین روسیه و تاجیکستان را پیشنهاد کرده است. گلرخزور صفیوه 17 دکامبر سال 1947 در دهه یخش در کوهستان نویه کمسمالوباد حالا نوروباد در وادی رش در شرق تاجیکستان به دنیا آمده در آوان کودکی یتیم مانده است. گلرخزور از نخستین دختران زاده نوروباد بود که خلاپا را شکسته و به دانشگاه داخل شد. سال 1971 وقتی که همگی 24 سال داشت به عضویت اتفاق نویسندگان اتحاد شوروی قبول شد و سال 1978 در سن 31 برنده جایزه به نام کمسمول شد. گلرخزور در سالهای 80 کاتب اتفاق نویسندگان تاجیکستان و سپس رئیس بنیاد فرهنگ این جمهوری بود و سال 1989 وکیل شورای عالی اتحاد شوروی انتخاب شد. در پایان سال 1992 در پی شروع جنگ شهروندی و تهدیدها به جانش گلرخزور ترک تاجیکستان کرد و تا پایان جنگ در مسکو زندگی کرد. بعد استقلال صلح شاعره محبوب به وطن برگشت و در مرکز شهر دوشنبه در همسایگی پرزیدنت امام‌علی رحمان به سر می‌برد.